بعضی ها آمدن گفتن که رؤیا و خواب نس مستقیم خداونده در مورد خلفایش اینه در صفحه 33 و سی، یکی از کتابهای خودش مطرح کرده اگر دقت کنیم این کلمه رو باز کنیم از محتوایش دو تا مطلب بسیار جاهلانه خارج میشه مطلب اولش اینه که میگه رویا نس مستقیم خداونده یعنی خدا با هر کسی در خوابش ملاقات میکنه ارتباط مستقیم, ارتباط مستقیم برگزار میکنه در حالی که خداوند متعال بدور از تو... تمام شاعبه است که در اونجا خدا نخواسته شرک و امثال اینها باشه در طول تاریخ هیچ نبی هیچ پیغمبری هیچ امامی ادعا نکرده است که من نائب خاص خداوندم و با خواب خداوند مستقیم مرا نائب خودش قرار دادم این مطلب اول مطلب دوم اینه که این اصل لفظ اصلا از یک انسانی که او از ادبیات بهره برده باشه صادر نمیشه این حرف رو کس نمگه چرا به خاطر اینکه وقتی ما دقت میکنیم نس و رؤیا یا خواب از دو مقوله به تعبیر حکما نس از مقوله لفظ یعنی وقتی کسی می تصریح میکنه این تصریحش اگر با لفظ باشه این رو میگن نس و کلمه سره ببینید در این مطلب هم شیعه ها هم سنی ها از هر فرهنگ و از هر مذهبی شریکه هیچ کس در این مطلب اختلاف نکرده که نس یکی از اقسام الفاظ و کلمات که به توسط زبان یا خط یا کتابت مثل صادر میشه زبیدی در لسان العرب میگه انس به معنی رفع و ظهور اول معنا میکنه میگه نس یعنی آشکار کردن چیزی روشن کردن چیزی شفاف کردن چیزی بعد ببینید این قسمت رو تصریح میکنه میگه هو و هو لفظ الدال نس عبارت از یک لفظی که دلالت میکنه اشاره میکنه به یک معنای که لا غیرو اصلا درش بالاخره خلافی نیست یعنی نس تصریح آشکار و روشن نسبت به یک مطلبی وقتی مثلا کسی را امام معصوم نایب خودش قرار میتب با یعنی این لفظ رو بیان میکنه میگه آقای عثمان ابن سعید یا محمد ابن عثمان ابن سعید با این لفظ میگه شما تصریح میکنه شما نایب مناب من هستید این آقای زبیدی مگه پس ببینید از این لغت شناسی که تمام واژگان عربی را آمده تکه و پارچه کرده باز کرده معنایش را بیان کرده اینطوری استفاده میکنه که استفاده میشه که میگه نس یکی از اقسام لفظ است در صفحه 369 جلد نوی تاج العروس این مطلب را آمده معنا کرده این از ها ترهی لغت قابل اعتماد اهل تشیع چی و نصف فی اصطلاح اهل العلم هو لفظ الدال ببینید این هم تصریح میکنم مثل آقای زبیدی میگه نس عبارت است از اون لفظی که دلالت کنه برای یک معنایی که بالاخره آشکار و روشنه آقای سیوتی که خودش دیگه از اسطوانه های علم در تفسیر در ادبیات و در علوم مختلفه ببینه این آقا هم همینطور تصریح میکنه میگه که نص عبارت از یک لفظی که هیچ گونه شاعبه احتمال خلاف درش وجود نداشته باشه یعنی نصر میگه از اقسام لفظ است خب با این بیان رو... یا آیا میتونه از اقسام لفظ باشه خواب میتونه از اقسام لفظ باشه هرگز همچی چیزی کسی بیان نکرده آقای سیدی میگه ان اللفظ الذی یقبل معنا اما یحتمل غیره اولا و ثانی انس لفظی را که ما میگیم کلمه ای را که ما ادا میکنیم یا احتمال خلاف درش وجود داره یا احتمال خلاف درش وجود نداره معنایش بسیار شفاف و روشن و آشکار است اونی که معنایش آشکاره عبارت از نس اینه در الاتقان فی علوم, علوم القرآن یکی از تفاسیر معتبر اهل سنت که در نزد شیعیان هم اعتبار داره بر اساس جلالت و بزرگی آقای سیوتی خب از این همه استفاده میکنه ببینید او آقای مفسر اینطوری میگه آقای لغتشناس هم همین میگه سید محمد باقر حکیم هم در علوم القرآن همین معنا رو آمده تأیید کرده آقای سیوتی تنها میگه کسانی که مخالف هست در این مطلب آقای جوینی امام الحرمین یکی از اشاعره که خب حالا وارد لخره زندگی و خصوصیاتش نمیشیم میگه ای آقا میگه که بله لفظ را اگر ما مراجعه بکنیم اگر بخوایم حقیقتا از این نصف پیدا کنیم خیلی کم پیدا میشه لذا بعضی کلمات هست که اینها با قرائن نس قرار میگیره قرائن حالیه داره قرائن مقالیه داره در حالت گفتگو یک قرینه پیدا میکنیم از این قرینه ما میفهمیم که آقا منظورش این کلمه هست و روشن میکنه اما این حرف حرف نادرستیه آقای جوینی که این حرف رو زده واقعا قابل نقده چرا به خاطر اینکه وقتی نس از حالات لفظ باشه قرینه اگر می اینه تایید میکنه ما از خود لفظ نصب بودن و تصریب بودن را استفاده نمیکنیم از قرینه استفاده میکنیم پس بنابراین این قرینه می لفظ را از حالت نصب بودن خارج میکنه و تبدیلش میکنه به ظاهر پس این حرف آقای جوینی اصلا قابل اعتماد و قابل اعتبار نیست خب با این بیان ما به چی نتیجه میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که اگر کسی بگه رؤیا و خواب نص مستقیم خداوند در مورد خلفایش این حرف از حرفایی که هیچ کس این نمیگه انسان جاهل هم این حرف را نمیزنه چه برسه به انسان عالم اول نقدش و باطل بودنش از این جهته که هیچگاه خداوند متعال با انسانها وارد صحبت خصوصی و ملاقات خصوصی و ارتباط مستقیم نمشه به خاطر اینکه خداوند متعال منزه از این چنین ارتباط با بندگان خودش این اولا مطلب دومی که در نقد این حرف گفته میشه و این حرف رو باطل میکنه اینه که ای آقا میگه نس رؤیا نس در حالی که ما گفتیم نس و رؤیا از دو مقوله هست رؤیا از یک مقوله نسح از مقوله الفاظه پس این حرف حرف نگفتنی و نادرست و باطله